سلام، توجه کنید به خبری که امین اکنون در دسترس ما قرار گرفت. لحظات پیش یک انفجار در ساحه پل بهسود شهر جلال آباد رخ داد. از تلفات و خسارات برخواست از این رویداد تا هنوز آمار در دست نیست. گزارشگر ما تقی و لاتقی از شهر جلال آباد با ما روی خط تلفن هستند و جزئیات بیشتر از این رویداد بر ما و شما شر میتن. آقای تقی، سلام. صدای ما رو میشنوین؟ سلام، صدای شما را میشنوم. سلام به شما، سلام به تمام بینندگان تلویزیونی. آقای تقی، جزئیات بیشتر در مورد از این انفجار چی است؟ انفجار که تقریبا ساعت کم 8 بجه در منطقه شرایی به نام شرایی گارنیزون پایین از مصرفیت ننگرهار رخ داد. با موتر عبدالقیوم سارنوال مرافعه مواد بالایش انفجار کرده و این با یک موتر ترولای دیگه تکر کرده. بعد از این شایده یعنی که در این حادثه تقریبا 5-6 نفر زخم برداشتن که دوتایش میگن که طفل بود و دو مرد بود و همچنان کشته هم داره، ولی از این که تابال مسئولین امنیتی از این موضوع خبر نداره. چندین بار تماس گرفتیم، اینا به خبری خود انشان میتن میگن که حادثه شده ولی جزئیات ندارن. پلیس هم همین لحظه به منطقه رسیدن. دیگه ما هستیم در منطقه ببینیم که بعد از چی میشه و کفتانه معلومات بگیریم که چند نفر زخمی و کشته برشان برده شده، ولی ما که دیدیم زخمی رو در موترا و رکشا مردم بار میگردن طرف کفتانه میگرد. آقای تقی، آیا تا اکنون معلوم نیست که تعداد کشته شده ها چقدر است؟ نه، هیچ معلوم نیست. کسی پیشوار گفتم که تاییدم نمی کنم، تلفنم جواب نمیتن مسئولین. ما در ساحه هستیم، میبینیم که یک موتری خود سارنوال قیوم با یک کرولا تصادم کرده و با گفتیم چند نفر که کرولا هم چند خانم شیشته بودن اونا هم زخمی شدن و طرف کفتانه برده. آقای تقی، فعلا وضعیت در ساحه چی گونه است؟ آیا تحت کنترل مسئولان امنیتی است؟ فعلا سربازه پلیس ملی رسیدن منطقه، تحت حمایه ایزی هستن، مردم با گشت و گذار اجازه دادن، همیشه وضعیت آرام. آقای تقی، آیا هدف حمله کننده معلوم شده که هدفشان کی بوده؟ کدام شخص خاص بوده؟ گفتم که با موتر چیز سارنوال عبدالقیم، سارنوال مرافعه ننگرهار، در این حادثه منفجر گردیده یا بالایش انفجار شده. دیگه تاوال این بزرگی شده یا این دیگه مسئولین تاوال تایید نکردن که هدفش چی بوده و کی بوده. آقای تقی، آیا مسئولیت از این رویداد تا اکنون فرد و یا گروهی به عهده گرفته؟ حادثه بسیار نواز تقریبا تماما 20 دقیقه از این حادثه میگذره تا بال کسی مسئولیت به دوش نگیره. سپاس آقای تقی. تشکر، زنده باش. همکار ما تقی و لاتقی از شهر جلال آباد بودند که جزئیات بیشتر رویداد برای ما و شما گفتند. جزئیات بیشتر رویداد در سرویس های بعدی خبر تقدیمتان می شود. با ما باشید.